خدمت شما و بینندگان محترم، این واژه ضعیف الحجاب که رهبر جمهوری اسلامی به کار برد به لحاظ عربی غلطه. بله، به نظر من ایشون نظام جمهوری اسلامی تو این مسئله عقب نشینی بزرگی کرده، نه اینکه فی الواقع مردم به عنوان ایرانی این عقب نشینی رو به نظام تحمیل کردند و رهبری راهی جز این نداره که بیاد اعلام بکنه که از این به بعد شل حجاب یا به قول خودش حجاب ضعیف دیگه جرم نیست و بعد بخشنامه دادستانی کل کشور اون رو اجرایی بکنه که از این به بعد کشف حجاب جرمه. ببینید، یک اینجا ما هیچ مستند شرعی و دینی برای تصمیمات نظام در مسئله حجاب نداشتیم. مستند حقوقی هم صرفا یک تبصره ماده 639 قانون مجازات اسلامی 1375. اونجا گفته شده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر میشن به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم میشن. حالا چی شده؟ چی اضافه شده؟ ببینید، مسئله اساسی اینه که آقای خامنه ای قبلا زنان کم حجاب رو مشکلشون میگفت که اینها بی حیا هستند، فاقد عفت هستند و مسائل دیگه. اخیراً بعد از اینکه بسیاری از زنان در بسیاری از شهرها بدون روسری اومدن توی خیابون، پذیرفته که نمیشه به این همه گفت که اینها بی حیا و بی نجابت هستند. حالا میاد میگه که نه، یه پله ما میام بالاتر، اونهایی که بر اساس این بخشنامه اونایی که روسری ندارند فی الواقع جرم محسوب میشه. پس اونایی که روسری شلی دارن به قول اینها دیگه از این به بعد نانجیب نیستن، بیفت نیستن. خب یه عقب نشینی بسیار بزرگه و معناش اینه که از این به بعد پلیس، گشت ارشاد یا ضابطین قضایی دیگه به زنان شل حجاب کاری نخواهند داشت، صرفا با زنان بدون روسری کار خواهند داشت. آیا مستند قانونی داره؟ به نظر بنده نه. و اون هم در اونجا بحث تفسیری است که به هر حال اون ضابط قضایی در اونجا تفسیرش از شل حجاب، و چون اینها چیزایی نیست که به صورت کامل بشه روی تصویر عکسش رو کشید و گفت حالا اینطوری باشید یا اونطور، یه تفسیری از این قضیه ممکنه بعدم بشه دیگه. دلیل اصرار حاکمیت بر این مسئله حجاب در شرایطی که این معترضان، نمیدونم شما با من موافق هستید یا نه، ولی از بحث حجاب اجباری گذشتن کامل به نظر میرسه، دلیل اصرار حاکمیت چه است؟ بله، گذشتن. من عرض داشتم میکردم که این واژه‌ای که تو همین قانون نصف نیمه هم به کار رفته، بدون حجاب شرعی، معناش چیه؟ معناش یعنی بدون روسری؟ معناش اینه که آیا بدون، فرض کنی با لباس شنا بیان توی خیابون؟ خب این قابل تفسیرهای متعدد هست. چرا تا کنون، این مال 75، چرا تا الان این بدون حجاب شرعی رو میگفتن اگه 4 تا نخ یا خانومم بیرون باشه این جرم محسوب میشه؟ حالا عقب نشینی کرده میگه نه، اگه روسری نپوشه این جرم محسوب میشه. اما خب سال دومی تو، اینم سال خوبیه، چرا حاکمیت این همه داره بر حجاب اجباری اصرار میکنه؟ خیلی واضحه، جمهوری اسلامی 2 تا پرچم داره. پرچم شماره 1ش ولایت مطلقه فقیه، پرچم شماره 2ش حجاب اجباری. یعنی اینا میخوان ظاهر رو حفظ بکنن. به نظر اونها ظواهر شرعی یعنی این که زنان با حجابی که اونها مورد نظرشون هست در معابر عمومی ظاهر بشن. اگر خانما بدون روسری باشن، در این صورت جمهوری اسلامی احساس شکست میکنه و فی الواقع خودشو به این سنجاق کرده، در حالی که به لحاظ دینی پوشش بدن بر زن لازم است، نه پوشش موی سر. هم تو که پوشش صورتش لازم نیست، نقاب بزنه لازم نیست، روسری هم بپوشه. این خیلی چیز واضحی است، ولی که به نظر میرسه آقای خامنه‌ای تا حالا این رو متوجه نشده. زنان تا حدود زیادی متوجهش کردن و من فکر میکنم به زودی ما شاهد یک عقب نشینی قهرمانانه دیگر خواهیم بود که کشف حجاب به معنای نداشتن روسری اصولا جرم نخواهد بود، چون نظام توان برخورد با اکثریت زنان ایرانی نخواهد داشت. و آیا از نظر شما که
به حال اخبار افرادی که در حاکمیت نقش دارن در تصمیم گیری رو دنبال میکنید، به خصوص اخباری که از فرض بگید حوزه قم و مشهد اینها بیرون میاد، هیچ نشانه ای از اختلاف نظر بر سر آن چیزی که حاکمیت اصرار داره که اعمال بکنه در بین کسان دیگری که در این تصمیم نقش دارن، هیچ نشانه ای از اختلاف نظر میبینید؟ بله فراوان، من همونطور که در مسابقه قبلیم ذکر کردم، الان شخص رهبر جمهوری اسلامی دنبال سیاست مشت آهنین هست. حتی افراد خودش در نظام هم باش همراهی نمی کنن. عوض کردن فرمانده نیروی انتظامی، آوردن یک فرد کنید فردی است که در جنبش سبز به خشونت مشهور بود، نشون دهنده همین مسئله است. به نظر میرسه حتی قوه قضاییه که جز اجرای اراده سیاسی رهبری هم کاری نداره، اصلا کاری به اجرای قانون نداره، کاری به تفسیر مزیق از قانون نداره، سوادش هم نداره، حتی اونها هم با این همه شدت عمل موافق نیستن. و به نظر میرسه وقتی رادانه آورد باید دوقلوش قاضی مرتضوی رو هم ورداره بیاره تا همون بساط قبلی رو بخواد ادامه بده. از حوزه های علمیه احدی از رهبر جمهوری اسلامی و سیاست هاش حمایت نکرده، حتی یکی از مراجع تقلید، همون مراجع نزدیک به حکومت هم از این سیاست ها حمایت نمی کنن. ببینید وقتی که دادستان سابق کل کشور مقتدایی آمد و در بحث محاربه نظر متفاوتی رو ذکر کرد، شما در نظر بگیرید چه کسی الان، کدام فی الواقع مرجع تقلید یا فقیهی داره از تصمیمات نظام حمایت میکنه؟ به معنای واقعی علی خامنه‌ای تنهاست. ممنونم از شما آقای کدیور، محسن کدیور اسلام شناس، با ما از شهر دورم.